عجیم عجیم. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به مدبکس، کانال خودتون مدبکس چش و چاله. بله خیلی خوش اومدید. بله به این سراغ ترک عجیم عجیم از دانیال یا تره عجیم. حتی حتی میزنی یه همچی ترکی بیاد یه یک درست پیش یه استوری رادپرو نه دیروز گذاشت، فکر کنم همون روزی که گذاشت یه روز برش مطرح دیگه، همه حتی میزنن که یه همچی از کجا میشد حد زد، چون اوقا بشی گشته بود و پر واضح این کاور مشخصه دیگه. آره ولی حالا بچه ها زدن که اومد یه عالمه اسم زده بودن که همه اینا دیس شدن، علاوه بر این که حالا همه فهم کنن که آره، فقط شایه کرد دیس شده که... اصلی و نمیدونم کلن همه برای همه رو دیس کرده دانیال، هر از گاهی میاد یه همچه حرکت میزنه. البته عادت شده دیگه، هر چند ماه یه بار یه دیس کلی میده تو رپ فارسی، ولی تا حالا شایر دیس نکرده بوده دیگه. الان تیکه نخته بوده ولی خب از کاور اون در واقع اون شیره و عقابه تابلو بود که شایه هم این دفعه میخواد گیر بده بعد این حواشی که داشته و این داستانه که تو دلش نگرده بوده احتمالا ریخته بیرون. کاور که پر وازه است، عقاب که خودشه و شیر که شایه است و در چنگال عقاب و این داستان هست. رات پرو بیتو زده و نکته جالبی بود که در اینستاگرام دیدم که زیرو تونی وان جی گندم هم حمایت کرده بود و خب تابلوی دیگه. آره. گوش میدیم ببینیم دانیال چه کرده. ببینیم خینو خینریزی در کاور. طبق روال کاری که راپر میکنم همونه فیدی کار میکنه، میکسام از سراشو که این ترک هم فیدی هم باش کار کرده. اومدم با گنگ بنگ بکنم تدم، نزدم تا الان سر نون و نک، خود میدونی جادو میکنم با این قلم، خواب نباشیم تو میخوای با ما بشی طرف الکی جلو باشو. میگه اگه تا الان نزدمه خاطر نون و نمکه بوده، بعد میگه خواب نباشیم تو میخوای با ما بشی طرف. توی ترک خواب نباشیم آلبوم شایه، ترک خواب نباشیم ترکیه حالت دیس بود که به نظر من کلا اون آلبوم تیکه داشتش به دانیال، به نظر من یکی تو تیکه در لفافه داشت. آره. ولی این دیگه از کاور بگی تا شروع ورس، آره یعنی ترک شروع شده میگه نظر سنگ رو نمید یه تابلوه. آره خودت میدونی جادو میکنم با این قلم، خواب نباشیم تو میخوای با ما بشی طرف الکی جلو فنا بازی میکنی رول فک لورن آردی ناردی جیمی لورنه حساباتو. آقا از این ترک های او 6 دقیقه من پرفاز پشما تنکیس که شو اصلا ببین تنکیس که در رپ فارسی دیس اینقدر طولانی می نویسه من دیدم دانیاله دانیاله چون همه رو دیس میکنه چه فلوی عوض کرده. آره و میگه که چی شما رول بازی میکنی رولر رولر لورر هاردی. آره. آره گفته جیمی چی بود فره بازی میکنی رول فک لورر ناردی ناردی جیمی لورنه. آه هاردی 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 جیمی هاردی اون لاغره بود. نه هاردی چاقه بود، لورل لاغره بود. به نظرم تو که اینجا داره به رابطه شای و جعفری میزن، جعفری کم تو پورتر از شای هست. هاردی جیمیه لورل. یعنی میگه تو شدی جیمیه جعفری. نه برعکس داره میگه جعفری جیمیه توه، هاردی چاقه است. اه هاردی چاقه است، هاردی جیمیه. اه اوکی اوکی حساباتون پره پوله بته میگه فوله بهتره همین چیزه ترکتون کردم فوره به مگه دیوونه ای جه میکنی با خود جنس تو که میدونی دیس بکه من مثل لو دره یادم دقلی که تو میزنی فقط 17 سال پیش با آجمتی دادی خوله بنز خوری تو او آجمتی بابای مهارزه شایه. یه آدم تقلی که فقط حرف میزنی، این مثلا بنزی که داری الان تو آلمان جدید هم بوده فنسایی 10 ساله داری این قولو میدی بهش. یه چیز دیگه هم گفت با حال کلا من این فلوش میگه با من جای نکن مثل لودر میام روش. آره. و کلا من فلوش رو دوست دارم. یه خورده یاده رضا میافتی رضا پیش رو هم میافتم. حتی میدونم دانیال خودش با رضا پیش رو خیلی حال میکنه، ولی اون جامپا و بعضی موقع فلای که از من این آره. فلای این طوریش دقیقه همین یکی منم یادش بعضی موقع میافتم. ولی میخوام بگم که بچه ها به نظر من دانیال تکنیکی خیلی قویه. من هستم تکنیکیش هستم، یعنی فلایی که استفاده میکنه دیست خوب میده. آره.
یادم دقلی که تو میزنی فقط هفته سال پیش باش متی دادی خونه بنز خوری تو ساعتیش تو کارات قاچاق پانچ همیشه تو ساعتی میشینم بالای چار میگن از تو کارات قاچاق پانچ قاچاق پانچ میکنی یعنی پانچا رو از این و اون میپیچونی و یعنی استفاده میکنی قاچاق پانچ نشه آره بنز خوری تو ساعتیش تو کارات قاطق پانچ همیشه تو سطری میشینم بالای چار میگن از چندی که شدی بابای چار میکنم ترخیص با ویزیت رایگان میگن از چندی شدی بابای آخه همش میگه من بابای مثلا پاپولوژیست و نمیدونم به چرسی و اینایی که داستان داره میگه نسل چندی مگه شد ولی فکر کنم نسل 3 اگه شروع کنه دانیال قدیمی تر نسل 100 درصد ولی فکر کنم نسل 3 فکر کنم 2 و 3 میکنم ترخیص با ویزیت رایگان اینم به سوشی پاپولوژیست دیگه دوکی و آره یاره پشمک میگفت آجی بیا کیرته هستم جدا بشی با هم میگاییم تک من ملودی میزنم و تو میندازی تک زخشش بود بشین جام سیرا بیه فکر بخاره اوه رسمن آجی داری پتی اصلی رو میگذه بیرون گرفته رو اصلی میگه مهیار اومد من گفت بیا ما با هم دیگه دوتایی دیمم چیکار کنیم فلان ببین پشت پرده بچه ها بسیار صحبت ها هست که هیچ جا گفته نشده حالا ما داریم حرفای دانیال رو میگیم آره. ولی میگم حرفایی هست که گفته نشده ولی اینجا مثلا این داره یه اشاره میگه آره میگه یعنی مثلا تو این کارو کردی که زیرای منو بزنی بشین جای من این حرفی ببین این دیگه از رجز خونی و اینه این تیکه میگذره مثلا دیگه... فکت گوییه داره خب احتمالا که... از جانب خودش داره فکت رو میگه آه. حالا باید ببینی مهیار اینا مثلا حالا ببینی که آره مهیار یعنی گفته بیا جدا شو ملودی ها رو من میخوام کاری که الان داره با شایعه میکنه ما میتره کنیم دوتا اصلا نیازی به این نداریم این چیزی که دانیال داره اینجا میگه البته قبلش میگفت قبلش گویه جه گفتش که به خاطر اینکه شما پول بت چیز میکردین من خاطر این جدا شدم ازتون تو ورس بت گفتین بت بره و پول بت رسید پول بت رسید تو گایم تک من ملودی میزنم و تو میندازی تک زخشش بود بشینه جام سیرا بیه فکر به خلق هر کسی که قاطی شیرا میشه هی و فرشاد و علا میخواد تیپا بی بشه یارو برگشه لپاپی اینجا دیده شه تو همین چند خط بستت زیادی تو آها اینجا واقعا دیگه فکته نه اینجا دیگه اصلا فکته که قرار بوده مثلا مجوز بگیره اینا ولی چیزی جواب نشده کلا داره این سبکی خونه آره. ملودی خونه که اومده در کنار یه بغل کرکسیه که دوست داره شیر دیده شه باز داره به شایه میزنه دیگه آه. کرکس لاشخوره دیگه در واقع اسم دیگه لاشخور نه کلا تو فرهنگ فارسی همون کرکس و لاشخور هم میگه پرنده ای که حرکتی سمو کش میدادی به هم مثل اون گمرانی که یک کونه سیا میده به هم آجی بذارید یه دوتا بیت بگیرم نه نه نمیذاری نفس بگیرم بابا خیلی دارم پاز میزنم اینجا چرسی داریم دانی چرسی داریم دانی باید حرکتی سمو کش میدادی به هم مثل اون گمرانی که یک کونه سیا میده به هم یا بغلش که باید پولم و ریالی بده با مصر زدم تو چون زیادی تبیت با مصر زدم تو چون زیادی یعنی همین یه اشاره کوچیک کردم ولی جالبه آره یان شدن بغله بغلی که با پولم بده به ریال آره. یه داستانی ریال یعنی موقعی که آنکه یه داستانی که هست من چرسی و یان شدن جدیدن ندیدم سمت دانیال اومده باشه ولی دانیال هر آهنگی میزنه به قول خودش بیتم نزنه یه مصرا میندازه سرم تو کیکی به تو زیبا میده جنس که شدی اول تونی و ریتالین چلاتی چیه لوکو میدم بیا زیبایی ته تاجی تو ندونه مایی داره سیگار میکشه خواستی نشونه بچه قافیاش خیلی باله خیلی خفن خیلی باله قافیه تیکر میگه دوکی یعنی شما رفتی به تو دوکی یه جوری حول اون چلاتی چیه لوکو میدم بیا زیبایی ته تاجی تو ندونه مایی داره سیگار میکشه خواستی نشونه تو میدم که زیر زمین هنو با رفیقام دوره بی طلبی جمعیم چشا رو شکاره مثل عقاب تو کمی اعتراف کردم بعضی خاک کردن تو زمین ولی یه وزرم بیرون با وارون بدی قلم هم میکنه عجی مجیلا تر عجی آقا خیلی دوست دارم رای مایکه میبنده اینجا خفلوی خود دانیال رو خیلی خوب بود واقعا فنی دوست دارم آره. یه ویژوالایزر یه چیز بگم خیلی باحال هر از گاهی خونی میپاشه یعنی یه زخم انگار داره میزنه آره. دوست دارم و ویژوال آرتش هم زده مویی یه زمانی بودی مثل دادا شایطنی ولی الان اینه مگر گریم و خبیم میزنم تو رو مثل آجی خیلی قشنگ خیلی خوشگل خیلی خوشگل گفت مگر گور که تو خیلی حال میکنی و خب آره اینا چیزن دیگه یو اف سی کارن آره یعنی کیک بوکس کارن آره دیگه با هم درگیر شدن فکرم که اصلا اینا فابریک هم رفیق فاب بودن رفیق فاب نبودن رفیق بودن خبیب مثلا یه جورای فنه گرفته بوده
واقعا آره. من داله اینا ولی میدونستم با هم خیلی ردیف خیلی بودن. بودن ولی بعد شدن دشمن و رینگ بودی مثل مگرگور خبی ولی حالا دیگه آره. این... تورینگ بود یا تورینگ ببینیم تشبیه جالبی بود قشنگ بود زمانی بودیم مثل دادا شایتنی ولی الا اینه مگره گریم و خریم میزنم تو رو مثل جدو کارا زمین تو رفاکی میزنه الا فلوی مریض مریض سر سرطان فلو های دنی جادوگر کلمات هم عجی مجیلات رج مریض سرطان آرش سرطان میگه به نظرتون فلوهاش آره خب فلوی آرش سرطان خیلی خاصه ولی خب مریضی سرطان هم داره میگه عجی مجیلات رج اومدم بالا سرتون با فلو عج عجی مجیلات رج یه قلم جادویی در اومد یه عج عجی مجیلات رج اومدم بالا سرتون با فلو عج عجی مجیلات رج کارتون تمومه دیگه نمیشه فرج لاشی در اومدن رفیقامون امانه پول چه فلوازی میکنه ولی فلوازی خیلی باید بودایی فلوازیش خوبه واقعا باید بگیم که از نظر فنی خوب بود. حالا من خیلی برم جالب آره عجیب مجید واقعا به قول خوشت جالگر میکنم خیلی جالبه برام نمیدونم شایه میاد دیسپک اصلا یه بیفی از اون شایه اومد یا مثلا میان تو بازی من بعید میدونم آخه شایه هیچ وقت دیس مستقیم نداره اصلی و جعفری بذاره مثلا درگیر یه بیفشن من بعید میدونم ولی نمیدونیم همه چی در رپ و رپ گیم اتفاق میفته کارتون تمومه دیگه نمیشه فرج لاشی در اومدن رفیقامون امانه پول یه طوری که دیگه ضرر سلامت دور میخواستم رو بی تو برات بگیرم هنا بندون ولی حیف نون و نمکتون لبام هم دون خیف تو تو میخواستم رو بی تو برات بگیرم هنا بندون آجیم خواست عروستون شوارد ولی نون و نمکه دیگه دست پاشو بسته بوده خیلی یونیک بود اینجا خیلی خوب بود خیلی پانچی بود تو برات بگیرم هنا بندون ولی حیف نون و نمکتون لبا ممدون خیف تو تو پک با هم زدیم شراب انگور ملای شما عوضی و مرا محسو خال گوبی زدمتون ولی الان افسوس میخورم باید میکویدم برادر کومم مثل اوه نمیدونم تتوشون رو واقعا زده بوده ببین دانیال چیزی که من میدونم بچه کف خیابونه یعنی تو این که تتو اعتماد که فک باشه نظر من زیاده چون اون چیزی که من میشستم ازش آره داداشی بازی داره یه بار به جای اون میزنم برادر کو آره تا شما خونه بوده بهم ندادم پول متهی کشیدم که الان میده کلامم نون با تانک بیا میکنم من لبا تنبوز شیری که پارسه میکنه این سگاهت دور نزدیکت بشم شیر که پارس نمیده یعنی میگه بیا تو رینگ علیکی عقب باینه بعد یه دونم ریفرنس به خوش داد بابا من تی کشیدم پول لره بردم یعنی سختی کشیدم خود ساختم اینجوری نیست فکر کنی زود خالی میکنم و اینا بعد با تانکم یعنی گنده گندم بیا لبات روست میکنم این دیگه ببین من بارا گفتم دانیال خیلی کف خیابونی با تانکو بیای فکرم شاید یکی از ترکش گفته بود تو تانکو... همه آلون جایده نمیم تو کم ترکش آره 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 یه جده رست میگه رست خواب نباشی موسوس فکر کنم آره نه یادم نمیاد ولی میگه لباتم کنم بوس ببین این خیلی کف خیابونی بچه‌ها میدن تو کف خیابون مثلا یارو مثلا میاد خواهد شلو خوازی کنیم میگه بابا لبات رو ماچ میکنم ترک میخوره لبات مثلا یه وازلینی هم به لبات بزن اگه لب جواب نده با این جای دیگه بزن بلش کن آره 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 با تانک بیا میکنم من لبا تنبوز شیر که پرسه میکنه این سگاهت دور نزدیکت بشم میاری برا مامور مثل چار یا در میاری ادو گنگ خوب بنمو که داد زلای فنا مامور کرد آجی کلن نسل چار رو دیگه داره آره. میزنه بیس چار میگه مثل نسل چاری ادای گنگ خوب گنگ نه. مثل اونی که داد زلای مامور فکر کنم اینجا داره چیز رو میگه همون کنسرت رو بازار دولتی که نزویش کنسرتی که چرسی یانگ سادن بود آره. که تا مثلا اونجا چیز آره. شده جام کردن کنسرتو برا مامور مثل چار یا در میاری ادا گنگ خوب بنمو که داد زلای فنا مامور کمه دیده چغالا بلدن فرارم خوب چشما تنون دوتا چون راحتم با دستور کور میشه یه روخایاتو نمالن خوب چشامی آها یه جور شعر داره چشامی هم داره آره که یه جوری جعفری و معیار یعنی میگه که چشامی داره تیکه ای اومد چی گفتم اولش متوجه فرارم خوب چشما تنون دوتا چون راحتم با دستور کور میشه یه روخایاتو نمالن خوب کور میشی میگه چشاتن که دستوراتو خوب اجرا میکنه همون جیمیتن آره دیگه بعد میگه که اگه یه روز پای مالتو نکنه کور میشی یعنی چی؟ یعنی که چشات نیستن یزیده تو یزیده تو دانیا واقعا باید بگم که این پانچاش خیلی خفنه
واقعا بیشتر سگا که وفا و مرا معصوم مثل سگت با کوکل یا لطم هم بوم اومدم حالا سرتون دو نمیدونم اصلا حرفی نمیدونم بیلی سنگیم بانجی زنه آره پشمام ریخته بیشتر سگا که وفا و مرا معصوم مثل سگت با کوکل یا لطم هم بوم اومدم حالا سرتون دوباره با کار هی توی که نمیتونی بیای با نال پای بیف یادم نمیره میگفتی به من مدیانی تو یاد نر خود پا گذاشی جای پای که همون که تو ترک خود گوش لای پای شیر اگه دشمنی بازیگر کابوس های خواب تیم بقیه هم زرم که نگم به شای داده دیز شخص بزنم به میگن دانی حال دایشی حسین درش اشاره میکرد داشت به حسین میگو میگو تو آره. خودت گذاشتی جا پای کی یعنی تو اومدی مثلا من اینجوری احساس کنم مثلا تو اگه حسین نبود که بابا داستانی نبودی آره. آخه میگه که خود میگی مدیون یه مدیون فکر کنم گفت اون که گفت تو مدیون منی خود تو مدیون ولی من میدونی ولی حالا ببین خود جای پای کی گذاشتی باید ببین آره فکر کنم به حسین نبود به نظر من همین رو تعجب کردم خواب تیم بقیه هم زدم که نگم به شایی داده دیست شخص بزنم به میگن دانیال دایشی بقیه هم زده که نگن دیست شایه بوده بگن کلی دیست کرده میگه اگه بخواد اینکه شخص بزنم به میگن دانیال دایشی کجا دمیان اینه میخوام که تو بکنن کونه کاغانم چا غمتون کاغانید وینه بیف من بالا یخچا یارو با همین پانچ دیست با حاله از ما ترنده توییتر شده ولی نه با آهنگاش شروع کرد دوباره کاغان اون یخچا اینو همش میگه با ترن شده آره اون باز به اون قدش میگم همه رو یه انگولی داره میکنه میگه ترند توییتر شده ولی نه با هنگه مثلا آخه دیدی هر چی میشه یه توییتی میذاره کاغان آره میگه یعنی توییتر کشیدی بالا نفس دیگه آره یه کله رپ گیمه رو میشی بکشی بالا شلوار و قاب رفا نمیبینه تا بالا عبرا آشپز بودم من امشب و نهار پر رو میشی بکشی بالا شلوار رو یعنی باید هنوز شلوار پایین باشه کونت بذاریم که یادت نره زوده هنوز بکشی بالا بله هنوز آبندی نشد این بده شش دقیقه بکشی بالا شلوار و قاب رفا نمیبینه تا بالا عبرا آشپز بودم من امشب و نهارم پانچ که با غذا اصلی یه دونه سالادم داشت رپ پانچ دیگه اصلا خودش هم گفت همش پانچ داره میزنه آره دیگه دیسه دیگه دیسیه که توش یه کنارش یه سالاد یعنی این سالاده آره. مثلا میگه یه تیکایی داره مثلا آره. به نسه چار و کاغان و یام سالاد حالا اون بغل یه سالادی هم سرو کرده دیگه در کنار غذای اصلی که آره. شایع بوده در واقع داره دیس میکنه عجیم عجیلا ترجیم اومدم بالا سرتون با افل و عجیم عجیلا ترجیم یه قلم جادویی در اومد یه و عجیم عجیم عجیلا ترجیم اومدم بالا سرتون با افل و عجیم عجیلا ترجیم کارتون تمومه دیگه نمیشه فرج سویت شد اصلا بیتم داشتم به این فکر میکردم که اگه بخوان یه واقعا یه تک 6 دقیقه روی آره. بیت بریم دیگه تقریبا رو به خستگی میرم آفرین آفرین یعنی من ولی... فکر میکردم 3 دقیقه مثلا باید جمعش کنه که خب دقیقا... بیت خودش سویچ کرد دقیقا خودش میدونسته و با رات پرو کار جمع کردن پس بیت هم دو پارت داریم برو بریم سمون اول با جعفری هم دست شدین گفتیم با عدد در اومد بدی درصد گفتم چقدر گفتی سه چارومشه من سهمم منم یه زمانی میدادم به حسن رحمت اوه نه وای مه ششم اصلا یه داستان دیگه شد و یه استوری دیگه میخواد بگه حالا یه جا دیگه میخواد بگه هی میگه به خاطر حرمت نانه که چی نمیگم ولی داداش... میگه همه رو داری میگی و میگه که با جعفری دستوکی کردی به من گفتی که باید درصد بدم از کارم سه چهارم یعنی... گفتی من به حسین هم اینقدر میدادم آره حسین رحمتی سه چهارم که خیلیه تا مگه مثلا اون موقع پول در می آوردن مثلا با حسین با حسین رحمت اسپاتیفای اینا نبوده که کاشه دیگه حالا نمیدونم واقعا داستان چی بوده اون موقع شاید رادیو جوان هم یادم نیکار رادیو جوان که شایعه قبل بعد حسین کار میکرد آره، نمیدونم آره، جدا شدهش کار میکرد حالا نمیدونم ولی کلن در اومده میگن سه چهارون آجی چه خبرتونه سه چهارون نمیدونم تو رفاقتشون من نبودم آره. من
منم یه زمانی میدادم به حسین رحمت، حسین رحمت باشه داشی، ولی فهمیدم بعدن کلو گذاشتی سرم در صد و بودم برعکس، در اومده تو میداده به خودت از اول، تازه اون که خودش تو رو معرفی تم کرد، تازه تو که پشم اونه نمیشی انتر. آه میگه ولی من بعدن فهمیدم برعکس بوده، این سه چهارم اون میداده به تو. نه سه چهارم هم نه، گفت بعدا فرده حسین کلا هرچی در آمد سهمت بوده میداده، بازه تو استعدادش بودی، تو معروف نبودی. آره. باز من مثلا این اسمی داشتم یه فلانی داشت مثلا میشناختم کار کرد، بعد میگه تازه تو پشمونم نیستی انتر، پشمون یعنی یه ریفریه شلات داد به حسین، پشمایم آجی. ببین رنگ و بوی فکته یه جاهایی، یعنی فکتی که از سمت دانیاله، حالا شایه باید ببینیم در جواب چی میگه دیگه. معرفی تم کرد، تازه تو که پشم اونه نمیشی انتر، ولی پشتش فوش میدادی میپرید رنگم، دم بکنم با تیزی میکنه تو کلت، دوانه مود نکن برام کوب او حاجی داره میگه من چیزایی میدونم راجع به حسین که اصلا با تیزی میفته حسین رحمتی دنبال حسین گفتی دیگه. او حاجی یه تهدید ریزی که اینجا میگه فشمش میدی، داره رسما میگه و با تیزی میکنه تو کلت، پشمایم پشمایم و پشمای بیشترم بیشترم. هرچی میدیم جلو پشم میریزه، پشم پشم بیشتر، پشم بیشتر، فکت بیشتر، پشم بیشتر و این ریشه ها رو حفظ که یه کراتین مد کراتین میگه برای حفظ پشم، نمیدونم که چی میگم ویتامین میکنه نمیدونم بابا. موها رو خانوما چیکار کنم تو اصلا موهو هیچی نمیدونی، نه سال یه بار میری نه به قول بچه و موها مصنوعی و صبح میزنم رو کلم میشه کدوم هم واقعی نه چیه میدونم این طرف کامنت یاده هم اینطور موهاش مصنوعی خیلی با موهاش هم کس قلن میکنه تو کلت، دوانمون نکن برام کوبیدی پرچم، خواب نباشیم تو به من میگی میکنی مصرف، منی که تو میزدی میرفتش برا تشکم، تویی که سر میگفتی نسخ سنگم، الان گوخورا میگنی چرا الان بکسر چی؟ میگه تو بابا عملش دیم کلا همه چی داره میگه. من آقا تو برس دومه بیت قبلی گفتی نونو نمک باعثه من نگم، الان داری نه 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 گفت نمک باشه تا الان نگم، ولی دیگه رسیده به جایی که میگه حاجی میگه دنسخ سنگ بوده، یعنی اهل داستان بوده و داستانی بوده. این نسخ سنگم الان گوخورا میگنی چرا الان بکسد، چون که نون و نمک کالیمت و تو جنگم، به حرمت این که یه زمانی بودیم بکسم، نزدم دیدم فنانا راحتن ندستم، وگر نیزی ترین حریفی تو تو وزنم چون او میگه تو الان نزدم چون فنای اصلی یعنی خب ببین من خودم بچه ها فیتایی که با هم داشتن شایه و دانیال رو خیلی دوست داشتم، اتفاقا اوایل ریاکشن بود که یه فیت خیلی باحال دادم. دومی چرا که ما تو کانالمون گذاشتیم؟ نه دومی نبود ولی جزء مثلا 20 تا و تجدیدی بود. آره. اولیا بود. آره جزء اولیا بود، مثلا خیلی حال کردم و کلا هم ریاکشن زیاد رفتین. و این داره میگه تا الان نظرم به خاطر اون حسه بوده که در حال فنا مخاطبا ناراحت میشدن، ولی این چند وقت قشنگ معلومه نگه داشته یه افتاد که نمیشه دیگه. راحت ندستم وگه رئیزی ترین حریفی تو وزنم، چون من اگه بزنم به دستم حتی دست بند، مثل همون شبی که با چکی زدم گنگ بنگ، میچینم بکتون و دو ساعت تو مغزم، یه سری چیزا رو رو نمی کنم من اصلا، اگه بگم باید خدافیزی کنی رسمن، فنا هم تو خیابون نمیگیرم با تکسم. اوه یعنی سینه من آره خدا از اسراریه که اون قفله رو حواستون باشه باز نشه. آره من نمیدونم حالا واقعا این دیگه یه داستانی بچه بعضی جاهاش که داستان ها اینا داداشی بودن بین خودشونه. آره. و احتمالا چون حل نشده دیگه به اینجا داره میرسه. آره دیگه یک کلام تو خدافزی نپرسیدی از من،
که چرا میخوام جداشم و چیه حرفم. گفتی اگه بری حاجی پچی میشه سهمم، فازشو داری همیشه مدیون تمم. خنده داره چون تو بودی که اومدی سمتم، گفتی گروه بزنیم گفتم قبول هستم. مالو بگو حلالالاله با این که باقه بلاله، سری فهمیدم خوبی یا تمت و مال عداه من. حلالالاله بازم آنگه بچه ها، واقعا میخوام بگم که در این 5 دقیقه خورده ای که هنوز 1 دقیقه مونده تا انتهای ترک، انواع اقسام قافیه رفته. آره. رایمای تک رایمای خوب زده، دو رایم دو قافیه های خوب زده، فلای مختلف و این همه حرفو داره میزنه و هنوز داره مینویسه. بازم داره میگه نمیگم حالا. من میخوام بگم از نظر تکنیکی خیلی هستم با این کار. بازم اصلی‌ها رو نمیگه. با اینکه باغ بلال سری فهمیدم خوبی یا تمت مال اداره من، بغلت بودم با خبرم از ذات خرابه. کاراکتریو نشون میدی که مایه دراره. عادت میگی مردم فکر میکنن داره حقایق میگفتی، سیا بنویس که نون تو حال خرابه. زوره او سیاه نمایی، یعنی فازو گرفتی زدی اونجایی که مردم دردش درد و سوز دارن. یعنی نشوزیم که دیگه ادا به قول خودش منظور البته این اینه ادعای دانیاله. آره. حالا ما دقیقاً نمی فقط چرا که من تفسیر میکنم. من هم دانیالو دوست دارم، هم شایر دوست دارم، کلا هستم با جفتشون و کاری هم کرد، ولی الان شایم بگه مو به مو میشینیم و بهش میپرزیم. داره حقایق میگفتی، سیا بنویس که نون تو حال خرابه. زورت نمیرسه قلم من مالی یاژ طلاه من، تکی این گل میپیچمتون لایه ملافه. دواشه دشمن من رضا کجا سر حال فراره، میگه تو جوبا بوده ندیده جدول و طرف. گفتن اسمشو نیار بودم راز قلم و بلد بود. تو جوبا بوده ندیده جدولت. یعنی خیلی تیکای کف خیابونی. آره. و نابی میندازه که تو باید تو کف خیابون زخورده باشی بگیری. خب وقت خیلی من برای من خیلی پانچ سنگینه که کینو به من میزد که تو ادای کف خیابونی فلانی میدونی؟ ندیده جدول و طرف. گفتن اسمشو نیار بودم راز قلم و بلد. ولمورتی هری پاتری بردم رپ و من ازد. میگم ببخشینا فنا هم اشتکو زدن. این عجی مجی که خود اسم هنگه دقیقا اینجا میگه هری پاتری اون جادوگره، یعنی جادو کردم دیگه. کجا سر حال فراره، نشی تو رفیقی خوردن نداشت مال من آخه. یعنی هر قصه هم منم خوردی، تو رفیق خوردن نداشت مال من. اون تیکش هم نمیدونم از کدوم فیلمی چی بود، کیره منم نمیدونم مال چی بود. بچه هایی میدونین که به من یه جادو کنم اینم پیراس میگه. خب در کل که بچه دانیال که کاش درسته یه عالمه فلوبازی کردش و قافیه های خفن و یه عالمه هم پانچ لاین های خفن داشتش. یه سری حرف هم زدش که حالا فکت بودن یا نبودنش رو میزنیم 50-50 چون که ما که صدش رو نمیدونیم اصلا، در این اینجوری در نظر میگیریم. باحال بود ولی خب اون پارت اولش، هرچند که حرفایی که تو پارت دوم زده خیلی باحال بوده، ولی پارت اولش بیشتر حالت دیس بود. حالا یا بیت این باعث میشد پارت دوم که بیت اولش من احساس کردم بیشتر درد دلی و دیسه. درد دلی بود که همراه. آره. با دیس بود. یه جوری درد دل بود. آجی مثلا تو موقعی که منشم میرفتم حتی نیومدی من بپرسیم مثلا چمه، فقط پرسی خب سرم چی میشه. آجی من اینجا شو درد دلی بود. اینجا شو من خیلی مثلا یهو گرفتم. من ترجیح میدادم مثلا اگه اون تو همون 3 دقیقه و خورده‌ای جمع میشد، ولی مثلا همه پانچا رو جمع میکرد تو اون روبیت اول. اینجوری باز مثلا تاثیرش بیشتر، ولی خب نمیتونم ایرادم ازش بگیرم چون که مثل که خیلی حرف تو دلش داره دانیال. آره من میخوام بگم که من مشکلی ندارم به خاطر اینکه پارت دوم احساس کردم خیلی درد دلیه. آره. و اینا در حال که دیس میکنه ولی درد دله و این حرفایی که مونده بوده تو این چند وقت تصمیم گرفته به عنوان آرتیست اینجوری. آره. ابرازش کنه. در کل میتونم بگم این کار از نظر من کار قوی بود. یادم نره که بگم کاور آرت و موراکس زده، ویژوال و موشنش و مبین کسایی که من گفتم خیلی باحال بود.
و یه نکته دیگه بگم، نمیدونم این بیفه شک میگیره، من خیلی بعید میدونم از طرف اصلی بخواد وارد این دیس بشه، ولی حقیقتش بعدم هم نمیاد که یه جوابی جواب شایم بیاد. ببینیم که به هر حال الان دانیال خیلی ادعا کرد که آقا من فنی خوبم و ردیفم و اینا، و حالا اینا بیان وایسن ببینیم داستان چی میشه، چون در نهایت همونجوری که اشاره کرد به خبیب و مگرگور اینا اومدن تو رینگ. بالاخره در کل ما رپ گیم دوست داریم، بله همه مخاطب رپ گیم دوست دارن، بله نمیدونم اتفاق شکل بگیره، خیلی داغ میشه داستان، ولی نمیدونم با سیاست اصلی الان تطابق داره وارد بشن برم تو کارش یا نه. به هر صورت دمتون گرم تا آخرین ویدیو که خیلی هم کوتاه نشد، دلیلش هم نزدیک نیم ساعتی همش هم پانچ لاین و این حرفا، به خاطر اینکه خب ترکم زیاد بود و پاز زیاد داشتیم. به هر صورت حتما منتظر نظرتون زیر ویدیو هستیم. مدبکس چشو چالم پر از آرامش باشیم، دوستتون داریم، خدافظ.